روسیه از مذاکرات که امریکا آن را برنامه ریزی کرده باشد پشتیبانی نمی کند و اشتراک نخواهد کرد زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در افغانستان با ابراز این مطلب گفته است که امریکا هر برنامه را تا به حال برای بر سال افغانستان ریخته است ناکام بوده است و دورنمای درستی از آن نداشته است این اصارات پس از آن مطرح می شود که دیروز کابل شاهد برگزاری جشن خروج قشون شوروی از افغانستان بود اما روسیه چرا به امریکا اعتماد ندارد و در مورد صلح افغانستان با او هم نظر نیست و آیا واقعا روسیه می تواند صلح را در افغانستان با برنامه که خودش دارد تامین کند بیننده ای آماج از یک هستید من فردین امینی هستم مهمانان من در این برنامه خانم هیلای ارشاد عضو مجلس نمایندگان آقای احمد فرهاد مجیدی عضو مجلس نمایندگان و آقای زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه تا دقایق بعد به ما خواهند پیوست مهمان عزیز خیلی خوش آمدید اگر واقعا برگردیم به گذشته چهارده سال است که بحث صلح مطرح میشه در افغانستان واقعا نتیجه مثبتی در پی نداشته اصارات کالا از سوی روسیه مطرح میشه چقدر میتونه این بنبست بشکنانه و باعث شود که امریکا جدیتر عمل کنه و آیا واقعا میشه خوشبین بود که پس از این امریکا فعالتر میشه؟ تشکر بسم الله سلام خدمت شما میمان برنامه و بین بسیار محترم تلویزیون البته مسئله صلح یا مسئله جنگ در افغانستان نه تک مهوری است و نه هم یک جانب است و نه هم ما افغانستان یا ما افغان دشمن مشخص داریم جنگ افغانستان جنگ چند بودیست جنگ یک بودی نیست جنگ نیابتی است جنگ استخباراتی است حتی جنگ فرهنگی و کلتوری هم است که در منطقه کشورهای امسایه میخوان که فرهنگ و کلتور خود بالا افغانستان بقبولن یعنی جنگ ما چندید نه و جنگ است اینکه از, از ازارات آقای کابلوف شما یادآور شدین بدون شک وقتی که جنگ ما چند بودی باشه هر بوده که مربوط هر مملکت میشه اونا مستقیم بخوایم یا نخوایم مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل استند جنگ افغانستان سبب جنگ شدن و بالاخره باید جنگ را امی کشورها ریشکن بسازن از افغانستان مثلا فعلا مشکل اساسی و اولی ما امرای پاکستان است ای مذاکرات یک قسم نیست که فرزند تمام دنیا یک بار دور هم جمع شوند و با هم مذاکره کنند تا رای حل پیدا کنند اینجا به نظر ما و به نظر جهان تا اول باید تمام مشکلات قدم به قدم از اساسی ترین بود شروع شد مشکل اساسی ترین بود جنگ یا یا دلیل جنگ که در افغانستان وجود داره او پاکستان است با ایران است بعد به منطقه میریم و بعد به فرا منطقه که جهان در بر میگیره که اونجا باز میشم مسئله روسیه هم آدم از روسیه هم یادآور شد بر صورت فعلا مذاکرات با پاکستان ایجاد شده که رای حل ها و رای رسیدن به هدف تعیین شود با مذاکرات مذاکرات همچنان با ایران هم آغاز می میشه وقتی که مذاکرات چهار جانبه با, با پاکستان رنگ و رونق گرفت و یا اساساتش تعیین شد و یا کدام رای حل برش به وجود آمد بالاخره این مذاکرات ادامه داره ایتون نیست که فرزند تنها با پاکستان در حضور امریکا و چین مذاکره صورت بگیره و یا روسیه کدام قصه فراموش شده باشه در منطقه ما همه ما میفهمیم که روسی فیلی و یا اتحاد جماهیر شوروی سابق اینا دخیل بودند در جنگ افغانستان و باعث شده بودند که در افغانستان جنگ وجود داشته باشه اما به با یک فرقی که من میخوایم بگم این اعتباری روسیا با امریکا نیست روسیا میخواد که قسم که هم ما شما میبینیم بعد از اینکه آقای پوتین در دور دوم با قدرت رسید روسیا رنگ و را نه و غریبی بگرفت و امروز در جهان خود مترس و امروز نمیخواد که از بعض مسائل پای خود دور بکشه مثل که قبلا مشکل اقتصادی داشتن و بعض مشکلات سیاسی داشتن امروز باز روسیا کم کم به قدرت تبدیل میشه از او خاطر خود داخل میسازد ما اینجا ما فکر نکنیم مقصد بی باشه که با آمریکا ناباور است اینا اسلام میخواین خدا باز مطلب شده که امریکا هر برنامه به خاطر صلح افغانستان برگزار کردن نتیجه ای نداشته و مخصوصا به خاطر انتخابات کالا در امریکا قرار است برگزار شوه اینا برنامه ریزی صلح افغانستان روی دست گرفتن در یک موضوع ما قسما که این موضوع را قبول کنم برای زی که اگر ما شما ببینیم خب وقتی که 13 سال که امریکا یا ناتو در افغانستان بود بدون شک اوضاع امنیتی افغانستان به بوران عجیب غریب مواجه شده و مواجه بود خب در روسا هم که بودن عین موضوع اما یک فرق که من میبینم با وجوده که من کسی بودیم که در مقابل روسا جنگیده ما مخالف حضورشان در افغانستان بودیم که فعلا مخالف حضور امریکا نیستم در افغانستان اما یک چیز بگه روسا بسیار سیستماتیک و تکتیکی پیش می رفتن و بسیار به یک سیستم استخباراتی قوی داخل خاک افغانستان شده بودن که تا به امروزی روز اثرات خود دارند و تا به امروزی روز چیزی که روس ها راجع به افغانستان میفهمه می, فاهمد، می فاهمد، ایر امریکای ها نمیفهمه ایر ممره امریکای هم مطرح کردیم یک مثال بسیار آمیانی شد میخواییم سابق وقت که اسکر روسی در افغانستان بود اینا خانه و خانه میگشتن مثلا میرفتن داخل خانه میشنن اما امریکای ها خود در چار دیواری های کمپ ها زندانی ساختن و با مردم در تماس نیستن مشکل و اساس و ریشی مشکلات نمیفهمند استخبارات روسک بود اونا با زبان بلد بودن با مردم بلد بودن با فرهنگ بلد بودن اونها یاد که کدام مشکل از کجا شروع کنن حالا واقعا فرق امریکا کار خود انجام داده در قبال افغانستان نه این فرق هست این سیستم سیاستشان که نمی چی فایده به حالشان داره به هر صورت این فرق بین روس و امریکا است با وجودی که ما گفتم من طرفدار روس نبودم اما اونا سیستماتیک پیش می رفتن. و امروز اگر روس داخل مذاکرات شود ما به هیچ صورت نقش از منفی نمی بینم به خاطر که باز تکرار میگم به فرهنگ زبان و همه چیز اما اونا... حتی جغرافیای افغانستان یقینا اونا گفته شدن که یعنی در این مذاکرات کالا چهار جانب است و آمریکا و رد ما ریزی کرده اشتراک نمی کنند. اما خودشان طرح مشخصی دارند واقعا چگونه می امیدوار بود که روسیه میتونه مشکل افغانستان حل کنه حالا آمریکا 15 14 سال است که اینجا مصرف کرده و در مقابل قدرت های دیگر اینجا مبارزه می کنه نه امج... امریکا و خود میتونه مشکل افغانستان حل کنه نه روسیه این از اول گفتم که جنگ افغانستان جنگ چند بودیست بنان آګه ام امري... روسیا بوګیا کې مده مذاکرات څارجانبه اشتراک نه کوي خو په خپلو قدر مهم هم نه دي چې مذاکرات څارجانبه صرف فوکس اصلي دي سره پاکستان است وخت چې به منطقه او فرامنټه قرسیدیم به نظر ما تمامو کشورایي کې د به ووجود اوردن جنګ افغانستان داخل بودن د دا صلح د اوردن صلح هم باید افغانستان داخل واشن چې بدون شک کومک روسیا هم خاصه خاطر به په ونا مذاکره خاصه سپاسګزارم آقا مجيدي الان بانو ارشاد به با این باور که موجودیت روسیه در این مذاکرات چهار جانبه اونقدر هم حتمی نیست چون مشکل اصلی با پاکستان است حالا اگر برگردیم به دیروز در افغانستان و در کابل یک مراسم به و به انجام شد و برگزار شد که مطمئنا میشه یک واکنش باشه این اصارات آقای کابلوف از دید شما پس از این مدت که حالا روسی هم میگه که امریکا در قبال سال افغانستان ناکام است و نمیتانه بیانگر چه است؟ بنامه خداوند بخشاینده و مهربان سلام خدمت شما همکار محترم من برنامه و بنده از یک من فکر میکنم که نظر همکار ما در مورد سامه یا داخل بودن روزها در مذاکرات صلح مثبت بود تا که منفی بوده باشه روسیه یک سهمدار اصلی جنگ در منطقه است خواستان در افغانستان و در جنگ سرمایه هم هم کرده و شناخت بسیار خوبی هم از منطقه داره و در با در نظر داشت درگیری های اخیر در منطقه و جهان و حضور مجدد روز ها در سیاست منطقه جهان اونا هم میخوایند که دوباره در این گفتگوها و در آوردن سل و یا در ادامه جنگ در افغانستان حضور فعال داشته باشند اما قبل از اون ما با در مقدمه به خود ما که متضرر اصلی هستیم و طرف اصلی جنگ و که ما افغان هستیم میخوام که مشکلاتی که ما داریم با او بسیار کوتا اشاره داشته باشم متاسفانه ما مشکلات بسیار زیاد است در وضعیت فیلی ما اولا که نیاز به مدیران بسیار قوی و مدبر و صادقی که خودشان ریگ در کفششان نباشه و کیس نداشته باشن دوسیه نداشته باشن استاد و مدرک در نزد کشورهای منطقه و همسایه و جهان نداشته باشند تا بتانن اینا بر گرفتن امتیاز بیشتر بر آوردن صلح که با مردم افغانستان بتانن چنزنی بهتر را در این گفتگاه داشته باشند بیم داری که روسیه چقدر میتونه نقش داشته باشه و در پلوی روسیه کدام کشور مثل از, دید ما نشست چار جانبه بسیار نشست ناقص بود به این معنی که کشورهایی که زیده خل هستن کشور بسیار مهم روسیه هست کشور هندوستان بسیار کشور مهم هست که باید در گفتگاه داری نشست حضور می داشتن. کشورهای دیگه پمسای ما ایران عربستان و سعودی و چند کشور عربی دیگه مثل قطر اینا از جمله سهامدارا و سرمایه‌گذارهای اصلی جنگ منطقه‌ای هستند حالا واقعا از اون کشورها دعوت شده بود در این نشست اشتراک کنن میایم مثلا با در اینا باید حتما در پلوی امریکا چین پاکستان در این نشست و گفتگو برای ای که ادعا شده بود که ما نقشه راه رسیدن به صلح می خواهیم که رسم بکنیم اینا باید حضور می داشتن من, ف... من, فکر می کنم که بدون حضور این کشورایی که نام بردم ما نمی نقشه درستی را برای رسیدن به صلح در افغانستان ما بتونیم رسم بکنیم و هر نقشه می ناقص باشه و بعد مثل حالا که روسیه ادعا کرده که ما در این نشست هم حضور نداشتیم و هم قبول نداریم به همین ترتیب کشورهای دیگه ای که من نام بردم هم چون سهم دارن و سهامدار هستن در جنگ و برآوردن صلح حتی میتونن بسیار زیاد نقش مثبت و یا منفی را بازی بکنن بس در آینده کشورهای دیگه هم ادعا میکنن من مثال میزنم هندوستان هندوستان همطور که همکارم اشاره کردم از بودای مختلفی که ما متصرر میشیم و جنگ در افغانستان جریان داره یک بوده این جنگ های رقابتی و نیابتی است که مثلا هندوستان و پاکستان با هم در افغانستان می جنگن. و حضور کشور مثل هندوستان و هندیا در این نشست حتمی است و هر نوع گفتگوی و یا تصمیم بدون حضور این کشورهایی که ما نام بردیم میتونه قطعا ناقص باشه تا به حال چرا از اونا دعوت نشوده حداقل از هندوستان و ایران چون هم خواسته بودن روسیه حالا رد میکنه عضویت شده در این نشست اما هندوستان ایران میشد دعوت شوند به این نشست قطعا البته این مربوط میشه به تصمیم و سیاست هایی که ما باش درگیر هستیم و بازی میکنیم و بازیگرای جانب افغانستان این پیشنهادات باید افغانستان و تیم مذاکره کننده ما باید به اینا بفرسته و ازشان درخواست بکنه که اینا همه حضور داشته باشند در غیر از او ای رایی که ما میریم یا این نقشه ای که رسم شده انتهایش همون ترکستان است و به جای نخواهیم بس سپاس گذارم جناب زاکر حسین خوش آمدین به بس Uh, روسیا واقعاً توان مدیریت جنگ افغانستانه داره و میتونه واقعاً اله بحثی را که مطرح میکنه به خاطر برقراری صلح در افغانستان اون نفوذ بالای گروهای مخالف داره در افغانستان رو میتونه را به میز مذاکره بیاره ببینید بحث روس‌ها در بازی و تحولات منطقه در کول و در افغانستان به صورت خاص ممکنه یک هدف خاص و مشخص اعلانی را تعقیب نکنه منظور ای است که روسیه لزوما حتما تمام هدفش خلاصه به ای نمیشه که در افغانستان صلح بیایه و با اعلان چنین سیاست رسما جلودار تمامی مسایل و تحولات سیاسی در افغانستان باشه و یکبار برای همیشه مشکلات و چالشهای امنیتی و بهران جنگ ره در افغانستان حل بسازه بلکه مه فکر میکنم گفتهها و اعلام موضع اینچنینی روسیه عباد مختلف را در پی داره که یک بخشش برمیگرده به بازی های روانی و جنگ های روانی که معمولا میان بازیگران شماره یک در سطح نظام بین الملل و مشخصا در سطح منطقه در جریان هست متاسفانه کارنامه 13 14 15 سالی که یالات متحده در افغانستان داره اونچنان مطلوبیتی که باید می‌داشت نداره و گویا در افکار عمومی و اذهان عمومی گروههای مختلف جامعه افغانستان ایالات متحده با بنبس های جدی و قابل توجهی مواجه هست و در این راستا رقیب و او غیره که باید بتانه جاگزین سیاست های ایالات متحده در ماجرای افغانستان و رویدادهای سیاسی افغانستان به شمار بیایه روسیه هست و از این فرصت و از این فرجه استفاده کرد روسیه که بیاید در سطح کلان هم چی موقع و موضعی را بگیره و لزوما چنین موقف و موضعی لزوما منتج به او نتیجه ای که اعلان شده نخواهد شد خب حالا پیامش چه خواهد بود پیامش ایست البته مه فکر میکنم باز بستگی به با ای داره همه بازیها در نظام بینالملل ممکن اباد پیچیده و مختلفی را در خود داشته باشه و یک هدف چندمنظوره باشه آنچه که مهم است وبری طرف افغانستان مهم ه و میتانه از ای فرصت استفادها صورت بگیره یا حداقل چالشهای موجود میان بازیگران کلان نظام بین الملل را تبدیل به یک فرصت جدی برای افغانستان و آوردن صلح و ثبات در افغانستان بکنند نوع تعیین نسبتی است که بازیگران کابل نسبت به قضیه و نسبت به رویداد میتانه داشته باشه امیدوار هستم که بازیگران کابل بتونه از این غیریتی که میان ایالات متحده و همچنین روسیه در جریان هست و بر سر مدیریت و مهندسی شرایط جدید رقابت جدی وجود داره بتونه از فرصت کمال استفاده را بکنه و ای غیریت منجر به این شوه که هم آمریکایی ها و هم سایر بازیگران و مشخصا ای طرف روسیه تلاش های جدی را بر مشروع جلوه دادن سیاست های خود در افغانستان داشته باشه با تکرار میکنم کارنامه چندین ساله ایالات متحده در افغانستان داره در افکار عمومی و گروه های مختلف جامعه افغانستان زیر سوال میره و گویا سیاست های نخستین و روز اول پس از 11 سپتامبر که ایالات متحده در افغانستان داشت دیگه اون مشروعیت لازم خود را از دست میده ما به جایی که یک روند فزاینده معطوف به بهبودی وضعیت و یگانگی افکار عمومی افغان ها با سیاست الات متحده در افغانستان داشته باشیم متاسفانه شکاف و واگرایی میان افکار عمومی و سیاست های اجرایی شده و عملی که الات متحده روی دست داره در قبال سول و جنگ منطقه و سیاست هایی که در قبال افغانستان و پاکستان اتخاذ میشه این شکاف رو بیشتر میسازه و از این فرصت و فرجه روسیه تلاش میکنه که گوی یک بار دیگر مدیریت بحران را اون هم معطوف و همسویی و همگرایی با افکار عمومی در افغانستان در دست بگیره و از ماهی خاص خود که منافع که روسیه در سطح منطقه است او را تعقیب و دنبال و در نتیجه به دست حالا حضور دایش در افغانستان که حالا زمزمه های وجود داره که در حال تقویت است این چقدر میتون روسیه را به با یک بازیگر اصلی حالا تبدیل کنه پس از سالها که حالا خاموشی اختیار کرده و در مسائل افغانستان کمتر دخالت میکنه پس از این واقعا سر و صداها از سوی روسیه بیشتر خواهد شد ببینید ما فکر میکنم باز میدانداری روسیه در سطح منطقه و در رویداد سیاسی افغانستان به صورت مستقیم ارتباط پیدا میکنه با نوع عمل کرده که ایالات متحده در افغانستان و در سطح منطقه میتونه داشته باشه اگر کارنامه ایالات متحده مثل سنت گذشته و رویه گذشته ایالات متحده ادامه و استمرار پیدا بکنه طبیعی است پروازه خواهد بود که مجال بیشتر برای حضور سیاست های روسی در افغانستان فراهم میشه صداهای شنیده میشه صدای پای حضوری روس ها در شمال افغانستان و در حتی بدنه قدرت سیاسی افغانستان شنیده میشه این به معنای این نیست که ملت افغانستان و یا گروه های سیاسی افغانستان در یک رابطه استراتژیک و در یک دوستی استراتژیک با پوتین و روسیه قرار داشته باشه بلکه در ماجرای سیاست قاعده بازی سیاسی چیزی است که در قالب و گفته معروف بیشتر قابل بحث و توجه خواهد بود که نه دوست دائمی وجود داره نه دشمنی دائمی دیروز ممکن روسیه با عنوان یک کشور متجاوز در افغانستان و ادبیات عمومی شناخته میشد ولی مثلا امریکایی ها به عنوان دوستی افغانستان تحلیل و ارزیابی میشد ول زمانه کارنامه‌ای دو طرف به صورت عینی و عملی منتج به نتیجه نیست انتظارات و خواهش های عمومی همچنان با گرفتاری و چالش مواجه هست طبیعی است که افکار عمومی رای خود را خواهد رفت و مسیر نو در پیش خواهد گرفت مسیر نوی که ما فکر میکنم به عنوان بدیل ایالات متحده در سطح منطقه می باشد، باشه قدرت است که متناسب با شوهای وجودی که داره که روزها باشه خواهد بود چین که روزها در سطح خاورمیانه و مشخصا در ماجرای سوریه هم از این نقش برخوردار هست و توانیست موفقانه برخلاف خلافی او پیشینه آنچنانی که وجود داشت جلودار میدان شو و خیلی از مسائل را در دست خود بگیره. ما فکر میکنم باز هم اگر ایالات متحده یک تجدید نظر نسبت به سیاست ها و نسبت به پالیسی خود در قبال رویداد سیاسی افغانستان و در سطح منطقه در قبال پاکستان نداشته باشه طبیعی است که میدان به نفع حضور شوروی در افغانستان قابل بحث خواهد حالا واقعا امریکا آمادگی شنیدن این اظهارات نداره و یا قبل از قبل نمیدونه برنامه‌ای که ریخته اگر نتیجه نمیته خودشان آگاهی ندارن و آمادگی ندارن ببینید این بسیار واضح است ما نباید خیلی ساعت از بکنیم که اینا اطلاعات لازم را نداره بلکه متاسفانه باید اعتراف بکنیم که تحولات سیاسی در افغانستان نابسامانی سیاسی در این کشور به مسابقه کارت بازی برای همه بازیگرانی در گیر افغانستان به شمار می آید هر کس از طریق تحولات سیاسی افغانستان قبل از آنی که در صدد تعقیب منافع خاک باشه در صدد تعقیب منافع استراتژیک افغانستان باشه در صدد تعقیب و دنبال کردن منافع خاص خودشان هست و یک در برخی از فصل ها و در برخ از موسم ها ممکنه منافع بازیگران از طریق دامن زدن به ناامنی تعقیب و شعله ور ساختن جنگ ها و شعله های خشم در افغانستان میسر باشه و بعضا ممکن از طریق ثبات و صلح در افغانستان میسر باشه به با لحاظ هست که یالات متحده و بازیگر رقیبش که روسیه باشه امیدوار استم که منافعشان این بار از طریق همسویی با روند صلح در افغانستان تعقیب شود و بازیگران سیاسی کابل بتانه این ماجراها را به گونه مدیریت بکنه که این بار نه از طریق دامن زدن و. به متن کشیده شدن گروههای مسلح و تروریستی چون داعش و القاعده و طالب و امثالش بلکه از طریق تأمین خواسته ها و انتظارات عمومی از طریق تقویت و تحکیم ارزش های دموکراتیک در افغانستان قابل ردیابی سپاس باشه. ادامه بس پس از میان برنامه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید با نورشاد واقعا حکومت افغانستان با برگزاری مراسم دیروز چه پایم بر روسیه داشت و روسیه با این سارات چه پایم بر افغانستان دارد در مجموع اگر ببینیم حالا امریکا چه واکنشی خواهد داشت و واقعا منتظر چه این واکنش از سوی روسیه بود؟ اصلا خود تجلیل از روز و یا اگر ما با گذشته برگردیم قسمت استادم گفت در سیاست دوست دشمن دایمی وجود نمی داشته باشه یک مدت که امی مجایدین ما پرالای روس ها امروز روس و مجایدین بسیار دوست خوب شدن خب بر صورت در موضوعات نمیدیم ای که امریکا چی برداشت داشته باشه یا نداشته باشه و ای که آیا روسیه اشتراک داشته باشه یا مذاکره نداشته باشه یک بار دیگه میخوایم خلاص اشاره کنم گفتم جنگ چند جن بودیست هر مملکت نقش خود داره هر مملکتی که زمینه جنگ در افغانستان بساید تا و یا تمویل کرده جنگ او به نه از انها دخیل است که متضمن صلح در افغانستان باش بر ما کمک کنه که بدون شک روسیه یکی از کشور است اینا وقتی که اگر ما میگیم که بدون اشتراک روسیه مذاکرات پیش نمیره وقتی که ما گفتم جنگ چند بودی قدم اول از مشکل با دریافت رای حل مشکل با پاکستان برداشته شده امروز ما امروز پاکستان مشکل آب خود داریم امروز ما امر پاکستان مشکل سرحد خود داریم مشکل ماجرین خود داریم مشکل میدیا تلویزیون جامعه جهانی و قاچاق پول داریم خب وقتی که روسیه اشتراک کنه این مذاکرات مثلا روسیه چی میتونه در قسمت ماجری ما نظر بده در قسمت میدیا و جامعه جهانی ما که مشکل که بین پاکستان یا در قسمت آب ما اما وقتی که امریکا و چین اشتراک میکنن اینا به حیث کشورها اشتراک میکنن که به نحوه از آنها دست پاکستان زیر سنگ دو نفر است در قسمت نقش روسیه خود به خود ضعیف میشه من فکر نکنم که روسیه قصاده شد که بگیم من هم یا دمی مذاکرات چانجار اشتراک میکنم یا مذاکرات نتیجه نمیده این باید به با قدم هایی که مشکلی که صرفا بین افغانستان و پاکستان این مذاکرات صورت میگیره گفتم وقتی که رای حل برزی پیدا شد و شاید زود او رای حل معاملی ساخته در قدم دوم با دگه کشور روسیه همه این शोत अम्म आम... هیچ نتیجه در بر نداشت ببینید شما تو فکر نکنید که امروز نشست صورت گرفت سبا در افغانستان سالمه ای سه نشسته که صورت گرفته اینا انوز امو اجندای مجلس ترتیب نکردن اینا هنوز مشخص نکردن که کی با کی مذاکره میکنه هنوز مذاکرات رسمی شروع نشده این خوب نمایندگی دو مملکت فقط یک اجنداد درست میشه سر موضوعات که باید بحث کنن و کی اشتراک کنه در کجا اشتراک کنه سر این مسائل یعنی به حساب عامیانه بگیم سر مسائل خاک فعلا بحث صورت گرفته فعلا کدام مذاکرات رسمی که از طرف حکومت ما و حکومت پاکستان باشه و از طرف اشخاص متری حکومت باشه تا بل صورت نگرفته اما در پاکستان در شهر مری صورت گرفت ببینه نو هم مسائل نبود که من آغاز شده باشه امروز این مذاکرات چهار جانبه که ما میگیم خاکه مذاکرات یا خاکه میمی میتینگ ها و ملاقات هایشون ترتیب میشه بعد اشخاص مشخص میشه و ایران برتون بگیم اتا اشخاص حال دولتی در از در دو طرف اشتراک کنه به این معنی نیست که مشکل حل شد حالا واقعا به گفته شما او خاکه چی بوده تا به حال فقط کی اشتراک کنه در کجا مو اجندای مجلسشان چی باشه و چند نفر از کدام طرف باشه و موضوعی که بالاخره از کجا مثلا جنبندی بشه مشکلات که من به شما گفتم مثلا اول از آبای افغانستان شروع کنه یا سرحد یا مسئله ماجرین یا مسئله میدیا یا مسئله جامعه جهانی یا مسئله قاچاق پول که بین افغانستان پاکستان است درجه بندی میشه که مثلا در کدام ماجند در کدام در کنارش یک بحث دیگه هم است که نشستی که در قطر صورت گرفت به نام پگواش اونجا طالبان باز هم تاکید کرده بودن که تنها راهی که میشه به سال خروج عساکر خارجی از افغانستان است ببینید بی نور کی مشخص ساخت نماینده واقعی طالبا بودن امی نشست چهار جانبه یک فعلا صورت گرفته اینا مشخص میسازن اما اینکه که به هر سطح مذاکرات صورت میگیره من مخالفش نیستم بگواش باشه یه کدام چیز دیگه باشه من خودم به عنوان نماینده مردم که یک از میدیا و جامعه جهانی ما ملاقات داریم با جانب پاکستانی این به این معنا که فیصله های ما حتما عملی میشه و یا نقش می داشته باشه، ما رای حل پیدا میکنیم و این پگواشه کسایی که مذاکره میکنن ما مخالفش نیست بگذارین مذاکره بکنن اما فیصله از اینا الزامی نیست قابلیت تطبیق نداره فقط بر ایجاد راه حل برای دریافت سرنخ امو گری که وجود داره هر کس نظر خود میده اما اینکه چی تصمیم گرفته میشه وقتی که زماندارای سیاسی ما در بست های بلند یا در رتبه های بلند اینا رسما اعلان میشه و بین هم مذاکره میکنن که طالب هم پاکستان هم چین و هم امریکا باشه بعد مذاکرات ش... رسما آغاز پیدا میکنه واقعا اگر برگردیم گذشته <applause> تقریبا 8 سال یا 9 سال است یا بیشتر از آن که بحث سال بسیار جدی مطرح میشه شورای عالی سال و سفر آقای کرزی به پاکستان بیش از 20 بار و همچنان دید و بادید با مقام های بلندپایه پاکستان اما واقعا نتیجه مثبتی که مردم افغانستان را احساس کنند نبوده بلکه روز به روز وضعیت بدتر میشه امی شورای عالی سال هزای بسیار محترم و معظم و مکرمشان از مخفه نشن اصلا هیچ لازم نبود که نمیتک شورا رو ما داشته باشیم یک مصرف اضافی به بدنه شکسته حکومت افغانستان یک مصرف عجیب و غریب اضافه و پولی که در شورای عالی سال مصرف میشه به با همه باشه ما بس بسیار معاشات زیاد کرایه خانه ایشان بلند بر این آغاز پروسه یک پروسه ای ناکام بود و دیدیم که باعث زخمی شدن رئیس امنیت ما شد و باعث شهادت استاد شد هیچ وقت او ازم شروع بنیاد از او شورا غلط گذاشته حالا واقعا کمکاری از خود شورای سوال بود و یا از سوی مخالفین و یا کشورهای کنار تنبیل میکنن؟ بله هیچ نوای رادی وجود نداشته در این شورا که کس بوده باشه که اونا بتانن که اتا آجنده زیر از این روی مسائل سال بحث کنن چی خواد بود؟ خب بازم تکرار میگم بچشم سر دیدیم که یا دکاندار به مذاکره آوردن یا کدام کار کردن که باعث شهادت و زخمی شدن اما ما شد بر صورت او پروسه بود از آغاز ما مخالفش بودیم باز هم تکرار میگم دوستایی که در شورا از من نارزی نشان با حفظ حرمت و, و احترامشان اصلا شورای بسیار بیکاره بود که اصلا نباید همچون یک مصرف گذاف بروی شانه های کمر شکسته حکومت افغانستان قرار می داشت اینجا مخالف بودم میمانیم سر سفرهای آقای کرزی اونام زیاد زحمت کشیدن سفر رفتن واقعا گپام زدن اما هیچ وقت یک ارادی وجود نداشت که بتانه که واقعا قدم مثبت در طرف صلح برداشته شود ببینین وقت اگر حکومت قبلی ایرادی محکم می داشت که افغانستان یک افغانستان مسئول باشه چرا ما خود ما دست خود زیر سنگ امریکا و ناتو گذاشتیم حالا تفاوت تفاوت آقای کرزای با آقای غنی است تفاوت تفاوت نداره او هم یک رهبر بسیار بس خوب بود این این به نتیجه خواهد بود نه نه اجازه بدین من بر شما میگم که اونجا چه قسم آغاز شده ببینید از روی که در کنفرانس بن یک حکومت موقت به وجود آمد وقتی که آقای کرزی انتخاب شد بالاخره او یک جمهور انتخابی بود بسیار صلاحیت داشت از اونجا سعی که از ابتدا ما اگر اسکر خود به ماش شروع کردیم چون امکانات پیدا کردن دوری مکلفیت نبود ایره باید یک سیستم برش درست میکردن که اسکر ما به دوری مکلفیت اسکری میکرد نه ای که امروز ترس ماییست که اگر ما به اینی کار امریکا اوکی نکنیم اسکر ما ب... گوش نمیمانه اسکر ما بیماش میمانه یکی دومش قوای نظامی ما چرا تقویه چرا از اول اینا کوشش نکردن که سرحد باید بسته میشد خب حالا روسیه مکلفت... هم همین صحبت میگه هم شما میگه خب میگه امریکا واقعا کاری که نیاز بود برای افغانستان انجام نداد این امریکا نیست مشکل ز... زمامدارای سی سیاسی ماست امریکا به خب خاطر منافع شخصی خود اومده به خاطر زینا که مملکت ما رو آرام بسازه اما زعمای سیاسی و اصلا دلسوزی را نداشتن اصلا ی اراده را نداشتن و امروز یک اراده که وجود داره ما با سکران میگم 100 درصد نیست که مذاکرات وقتی که صورت بگیره افغانستان دیگه یک جای امن و آرام میشه این وقت خود در کار داره اما تا به شکلی که فعلا شروع شده من برش خوشبین من فکر می که نتیجه مثبت می تا 100 نه نتیجه مثبت نتا 50 درصد این مذاکرات نتیجه مثبت بده بازم به خیر ما یک گروه بسیار عظیم باسم از طالبانی که مخالف آقای منصور استان بلند شدن باسم باید با چند طرف مذاکره شود؟ صد فیصد طالبان گروپ هستند که چهار گروپشان ام طالبای افغانستان په پاکستان څنګه به 4 گروپ باید مذاکرات صورت وګيره او په قسمه کې مبینې گروپه ملا عمر او دوه گروپ ته او سه گروپ هتا تقسیم شولند کینال شش شپږ گروپ مېشه وایي وظیفه پاکستان است کې در مساېدت به استخبارات افغانستان چه قسمي گروپو را منسجم میسازه مذاکرات هم کې برتان وښتم کانوز رسمه شروع نشته صرف منسجم میسازه کės کجاو کوم رهبر برای مذاکره حاضر وسازه تا دوره میشته <متحدث> جناب مجیدی واقعا امریکا میخواست کار بکنه اما در حکومت اراده جدی وجود نداشته تا بتونه از این فرصت استفاده کنه موافق است؟ در بخشی که در حکومت اراده وجود نداشت یا اون آن ظرفیت وجود نداشت ما با کار خود موافق هستم اما خب امریکایی حالا ها... ب... 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 انگوشت انتقاد بالای سری از پروژه و برنامه ای که در افغانستان اونها داشتن میشه که ما بگذاریم پروژه ناکام شروع عالی صلح به طور مثال که کار میشه پروژه مثل خلصلا و دایا کودی دیار و امسال هم که میلیارد ها دلار هزینه شده در افغانستان و همش ناکام بودن مثلا موضوعی خلصلا در افغانستان شما امروز در خانه سراغ من شخصا ندارم که کسی اصله نداشته باشه بیا هزاران میل اصله سبک و سنگین دوباره وارد افغانستان شد از مرز طویل 2400 کیلومتری که نه در نه دروازه در افغانستان و مرزهای دیگه که حالا به بر ترتیب داخل افغانستان میشه پروژه ناکام قطعا یا خوب <مزنگ> میخوام دوباره تکرار بکنم <مزنگ> که این موزیگری اخیر روزها آنم در آستانه روز و روز شکست و بیرون شدن نیروهایشان از افغانستان و خارج شدنشان این نشان از حضور پرقدرت روسیه در صحنه سیاست منطقه و جهان است یعنی یک پیام و معنی بسیار قوی داره برای, برای منطقه برای افغان ها برای دنیا برای خواستن برای رقابایشان برای افغانستان پیش بینی و این هست که در آینده متاسفانه این درگیری و این اختلافات بیشتر خواهد بود و بیشتر خواهد شد و طبعا که متضرر اصلی ما هستیم برمیگرده با ما با که ما چطور وضعیت مدیریت میکنیم تنها که برای ما میمانه یه است که ما با دیپلوماسی یا انتخاب دیپلوماسی نرم و صداقتی که باید باش یک جا بوده باشه ما با که با کشورهایی که در گیر هستن در این جنگ و در منطقه و سهم دارن ما که با که حالا واقعا اگر واقعبینانهتر ببینیم حکومت افغانستان تمویل و تجهیز میشه از سوی امریکا در این صورت روسیه در تزاد با منافع امریکا در تمام منطقه و جهان قرار داره مجرایی بر حکومت افغانستان مهیا خواهد کرد امریکا که بتانه یک روابطی با روسیه برقرار کنه ما قطعا هم به همون ترتیبه که مخالف تجاوز و روس ها در افغانستان بودم مخالف حضور امریکایی ها هم در افغانستان و خارج هم هست به این شکل البته من خواهان رابطه بسیار نیک و حسنه با کشورهای همسایه منطقه جهان و یارات و هر کشور دیگه از جانب کابل هستم اما با این چی و با این مداخلات و اطلاعات ما شما در افغانستان چیز پنان نیست امین حالا ارگ ریاست جمهوری و یا سپیدار به هیچ داره از یا, یا, رکنی از دولت افغانستان متاسفانه یا واید اداری در افغانستان بدون اجازه امریکایا و خارجا در افغانستان هیچ کار نمیتونه تصمیم بگیره موضوع انتخابات ها. اطلاعاتی که ما دارم و که برایش کمیسیون تعیین کرده از سوی امریکایش شرط گذاشته شده که ما امکانات یه پزینه بودجیر ما با شما بدیم در اما هم ما تمام امنیت انتخابات را هم تامین میکنیم اما شرطشان این هست که هر مورد سفارشی که ما در گفتگاه سل به شما برای امضا و تایید روی میز مگذاریم باید دولت افغانستان قبول بکنه و قطعا روسا میتونه زیاد خطرناک باشه و همه چی که ما در ادامه میکنیم در 15 سال به دست آوردیم این زیر سوال بباره و میتونه که تباعت بسا بد در آینده دا داشته باشه. طالبان به عنوان گروه مخالف مسلح دولت فعالیت میکنن و دایش هم به عنوان گروهی که تمام جهان در مقابلش واکنش نشان داده اگر طالبان هم به میز مذاکره حاضر شوند و امریکا هم در مقابلشان واکنشی نداشته باشه روسیه هم بارها تلاش کنه که بخوای صحبت از صلح کنه اما مجرای برش مسائل نشد چون تا به حال از روسیه واقعا آن که نیاز است دعوت نشده تا در مذاکرات صلح افغانستان نقش داشته باشه در این صورت افغانستان و مردم افغانستان به گروگان گرفته شدند و تنها چوب سوخت خواهند بود متاسفانه وضعیت همین است ما سال با کی می کنیم شما ببینید که و چند گروه و چند بخش طالبا تقسیم شدن با کدام بخش شما در امکار گفتن با چهار گروه از مجموعی امکارم چند گروه گفتن هفته, هفته گروهی که فعلا اینا تقسیم شدن سیزده گروهی دیگه چی میشه آیا اینا با جنگ ادامه بدن چطور ما میتونیم با اینا مذاکره بکنیم و به صلح دست پیدا کنیم داعش چی میشه گروهی توریستی در منطقه فعالیت دارن اینا چی میشن بلفرض ما پاکستان بگذاریم کنار با این با اینا چطور ما, ما به نتیجه میرسیم یک موضوع بسیار مغلق و پیچیده است که من قبلا هم اشاره کردم که بدون حضور کشورهایی که نام گرفتیم کشورهای بسیار مهم هندوستان روسیه ایران عربستان سعودی قطر امارات و کشورهای دیگه ایالات متحده آمریکا چین کینا از اونجا تغذیه میشن این این پروژه های هست که از توسط کشورها در افغانستان تمبیل میشن و تجهیز میشن اکمالات میشن و باید ریشه را از اونجا ما بخوش کنیم و یا اینکه که با اونا به یک توافق برسیم که نتیجهش در افغانستان سران حکومت از این موارد آگاهی دارند چقدر فعالیت کردند چقدر اقدام کردند که نتیجه مثبت داشته باشد و مردم را احساس کنند ما برمیگردم به صحبت که در مقدمه مداشتم داشتم شما در یک میدان جنگ و یا رنگ یا کسر از تیم خود یا کسر روان میکنند که اون قدرت داشته باشد تا بتونه در بالا هر مسابقه که باشه او قوتش قدرتش بیشتر باشه اگر شما نقطه ضعف داشتین و نقطه ضعف های شما را هم رقیب شما همه را میشناخت و در سابقه و بگراند سیاسی شما و کارکرد شما مشکلات و کمی و وجود داشت شما نمیتونید که برای قیب خود پیروز بشید مشکل مش, مشکل از دید ما مشکل بسیار مهم میگه از همه طرف های درگیر کنار بگذارم مشکل اصلی ما است که ما در انتخاب تیمی که از کابل تعین میشه برای که ما بتانیم امتیاز بگیریم و در نشست ها و به صلح دست پیدا کنیم و چه نزنی بکنیم ما باید افراد بسیار قوی صادق و با بگراند سابقه سیاسی و مردمی اجتماعی مثبت داشته باشیم انتخاب بکنیم با این وضعیت این دولت و این حکومت بسیار فز... پیش بینی و من متاسفانه منفی است نامید نیستم امیدوار هستم که تیم مذاکره کننده کابل موفق به در نتایج مثبت باشه انشالله که همه مردم افغانستان با روزوهای خود برسن ما امروز در کابل در پایتخت متاسفانه ما از نعمت برق که در قل خواست مردم یا, یا, یا است که در کشورهای دیگه امیت چندانه نداره ما در کابل برق نداریم مردم شهروندان کابل برق ندارن امکانات ناامنی است حمله است انتحاری است اختطاف است مشکلات دیگه که امروز در سفره مردم نون وجود نداره سپاس. بیکاری به اوج خود رسیده با این برنامه اما با وصف از خدا قوت و تمام تیم مذاکره کننده کابل و افغانستان که بتونن از این وضعیت یک چیزی حاصل کنیم سپاسگزارم آقای ارشاد حالا اگر گیریم مذاکرات صلح هم نتیجه در بر نداشته باشه و اگر در بر هم داشته باشه بازم هم گروه های مختلف در افغانستان فعالیت میکنند که جنگ دامن میزنند واقعا مجال بر سران حکومت داده خواهد شد تا دست به دامن روسیه شوند و از روسیه کمک بخوان برای صلح افغانستان حالا بحثی که خود روسیه هم مطرح میکنه که طرحی داریم که میشه که در افغانستان صلح برقرار شود ببینید من فکر میکنم اگر بحث را به یک گونه دیگه طرح بکنیم شاید راحت تر به جمع بندی برسیم اینکه حکومت و سران حکومت مجال استفاده از نقشه روسی یا از نقشه آمریکایی یا نقشه سایر کشورها را در افغانستان داشته باشه طبیعی است که متناسب با نوع تحولاتی که در سطح منطقه و مشخصا در افغانستان اون هم به صورت پرشتاب در جریان هست هر از گاه ممکنه این فرصت و فرجه پیش بیاید برای بازیگران کابل بازیگران کابل صرفاً به خاطر تعقیب برخی از اهداف ممکنه از غیریت هایی که میان بازیگران سیاسی در جریان هست استفاده بکنه <applause> مذارت مهم. ولی این اکتره نباید از نظر دور بداریم که با چنین مش و استراتیجی ملت افغانستان قربانی خواهد بود ای در واقع یک استراتژی یک پلانی که نقشه راه فردای افغانستان را مشخص بکنه نیست افغانستان تا کنون تمامی رویدادهای سیاسیش با یک آزمون و خطاب پیش رفته بازیگران سیاسی قبل از که رفتارشان و سیاست ورزیشان مبتنی بر یک پلان استراتژی که تعریف شده پیشین مقرر استوار باشه بیشتر یک جهش در یک تاریکی است در یک فضای گنگ و پیچیده ای که خود بازیگر هم یک تصویر شفاف از آینده و فردای خود نداره ولی ناگزیری های شرایط و زمانه او را وادار میکنه که گاهی به این سمت و گاهی به او سمت رو بکنه امیدوار هستم که این سیاست یا این رویه در افغانستان یک بار برای همیشه نقطه پایان بهش گذاشته شود اما که سایر دوستا هم اشاره کردن برخی از کارها صرفا از باب این که یک رویه تاریخی گویا بوده یک سنت در افکار عمومی بازیگران سیاسی بوده بدون یک ارزیابی کارشناسی شده آدم ها روی میاره بره. روی میاره برش. بحث جرگه سول بحث شورای سول که اشاره شد من فکر میکنیم بسیار جالبه یعنی یعنی هیچ پلانی و هیچ رویه اینچنانی مبتنی نیست بر یک کارشناسی از پیش تعیین شده وطنی که کارشناسان سیاسی افغانستان متخصصان حوزه سیاست و قدرت در افغانستان متناسب با فاکتورها و مؤلفه‌های های دخیل در ماجرا و رویداد سیاسی افغانستان یک نقشه و پلان را را تدبیر کرده باشند تمهید کرده باشند و بعد بازیگران سیاسی تمامی نسبت خود را هم در داخل کشور هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان بر اساس او تعیین بکنه فعلا ما در غیبت یک پلان استراتژیک دقیق و معطوف به هدف متاسفانه بازیگران کابل هم بر اساس ناگزیری ها هایی که به دلیل فشارها و غیریت سازی ها و دشمنی که میان قدرت های بزرگ در سطح منطقه و مخصوصا در ماجرای افغانستان دخیل هست اینها رفتارشان را هر روز به روز ممکنه دست به دست بکنن و تغییر بدن در این ماجرا چیزی که آید افغانستان میشه رنج استمرار رنج استمرار بحران استمرار واگرایی و شکاف و فقدان مشروعیت نظام سیاسی حالا واقعا قدرت های بزرگ با مصابه آمریکا 14 15 سال افغانستان داده سمت میزنه چقدر تان صبر افغانستان کمک کنه و با واقعا چقدر از لحاظ نیروی امنیتی از لحاظ اقتصاد کارهایی که برای زیربنای یک کشور نیاز است او کارا انجام داده مگر اگر صادقانه بخوایم بحث بکنم با این نوع طرح پرسش اصلا موافق نیستم میفهمم که اکثر و قریب به اتفاق جامعه و شهروندان افغانستان خو کرده به همچی پرسشی که آمریکا چه کار کرده برای ما روسیه چه کار میکنه برای ما پاکستان چی میکنه هند چی میکنه فلان کشور چی میکنه ما از خود بپرسیم که ما برای خود چی کار کردیم ما برای افغانستان چی میکنیم هیچ بازیگر سیاسی در افغانستان هیچ بازیگر دخیل در رویداد سیاسی افغانستان به خاطر رضایتمندی افغانها تشریف نیاورده هیچ عاقلانه با... نیست عاقلانه نیست که با این همه هزینه هنگفت خود یک بازیگر خردمند به نام ایالات متحده و روسیه به خاطر رضا و خوشنودی روح مردم افغانستان به در افغانستان تلاش بکنه این هم ذهنیت را نباید افغان ها نسبت به با بازیگران بیرونی داشته باشه وقتی که چنین ذهنیتی وجود داشت طبیعی که بین انتظار و او سیاست های اتفاق افتاده و عملیاتی شده سوی بازیگران شکاف و فاصله ایجاد میشه به قول متفکران علوم سیاسی این شکاف سبب نارضایتی و در نتیجه منجر به بحران خلق بحران خواهد شد اما حالا آم اگر واقعا واقع بینانه ببینیم امریکا اگر یک روز بر افغانستان بر اردو بر پلیسش کمک نکنه خب اما چیز فلج است اونیش صحیح است ببینید ما بارها در سایر میزها هم این نکته اشاره کردم خوشبینی ما نسبت به با بازیگران یا بدبینی ما نسبت به با بازیگران معطوف به با یک چیز باید باشه این ما ذاتا نه دشمنی با روسیه داریم چین که ماجراها و تحولات رویدادهای جاری در افغانستان رو نشان میده تا دیروز در دوره جهاد شوروی به عنوان دشمن اشغالگر افغانستان تلقی میشد هیچ افغانی نبود که خود را دشمن شوروی حساب نکنه گویا دشمن ذاتی بود ولی در ماجرای امروزی گروه ها و حلقات حضور دارن که او را به عنوان دوست اصیل افغانستان تحلیل و ارزیابی بکنن این معنای سخن چیست معنای سخن است که ما دوست و دشمن دائمی در روابط سیاسی خود نداریم و نباید این چنین انتظار را با عنوان یک باور عمومی دکته کنیم بنابراین نکته ای که میخوام اشاره بکنم نیست بنابراین وقتی که این گونه باشه خوشبینی ما به سیاست های ایالات متحده و جامعه جهانی و حضور جامعه جهانی به یک معطوف به یک شرط بود و او ایست تا زمانی که منافع ایالات متحده و منافع بازیگران سیاسی در افغانستان که از خارج افغانستان آمدن در افغانستان در همسویی با منافع افغانستان قرار داشته باشه ما باید خوشبین باشیم حالا ولی این دائمی نیست ما چی کار کردیم در این 14 سال اخیر؟ در این 14 سال ما آزمون خطا کردیم ما جهیش در تارکی کردیم ما هیچگاه یک سیاست مدون و تعریف شده ملی در سطح افغانستان نداشتیم کشوری که در غیبت یک پلان استراتژیک رفتارهای سرنوشت ساز یک ملت را رقم میزنه نتیجهش معلوم است نتیجه آلا. یکی ما فعلا باش ایش روبروی حالا حکومت آقای غنی از حکومت گذشته تجربه نخواهد گرفت ببینید ما در سطح دا داوری و در سطح محکوم کردن فرد خاص نیستم افکار عمومی ببینید آنچه که این کشور مربوط به همه افغان هاست. افکار عمومی تودهها گروههای مختلف سیاسی بازیگران قدرت بازیگران تاثیرگذار حزبی نمایندگان پارلمان همه و همه دخیل ماجراست نوع جهتگیری ذهنی ما نسبت به رویداد سیاسی نسبت به تعین نسبت افغانستان با پاکستان نسبت به تعین نسبت افغانستان با هند با ایالات متحده با روسیه با چین با سایر کشورها چگونه است این تعین نسبتها و این نوع ذهنیتها و افکارهاست که ماجراها و رویدادهای سیاسی را در جامعه افغانستان خلق میکنه که منتج به نتیجه است یا حداقل معارض منافع حالا واقعا چی کار باید صورت بگیره عملا پس از این یک تغییر مثبت و یا یک شناخت مشخص مردم افغانستان تمام اخشارش از ابرقدرت ها مخصوصا امریکا داشته باشه زمانی که اینجا حضور دارن همچنان که خانم ارشاد هم اشاره کردن پیشنهاد مشخص ما بگذار از این فرصت استفاده بکنم به جای هزینه کردن بر یک سری نهادهای تشریفاتی یک کار استراتژیک یک گروه متخصص را در سطح افغانستان بسازن که با نسخه وطنی و با در نظر داشت متغیرها و فاکتورهای تاثیرگذار را در رویدادهای سیاسی افغانستان یک نقشه و پلان وطنی بسازن و بازیگران سیاسی را بگوین که بر اساس این پلان رابطه و نسبت خود را با افغانستان با پاکستان تعیین کنید با چین تعیین کنید با هند تعیین کنید با روسیه تعیین کنید با ایالات متحده تعیین کنید هزینه کردن در حوزه هر چی که شوه باز کم و معطوف به نتیجه ولی هزینه های اضافی صرف کرای خانه است خیلی سپاس آقای مجیدی بسیار کوتا چون وقت ما کم با است, با 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 است با 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 اگر در پدر فاخر بگویم که قبل از اینکه با ما, ما منتظر باشیم که چینیا و آمریکا و, پاکستانی و با ما نقشه رار رسم بکنن و نشان بدن نیاز داریم که ما خود ما بین خود بشینیم و نقشه راه را ما بین خود بکشیم به این معنی که امین حالا ما سیاست بازی متاسفانه در بین خود نداریم اختلاف نظر و موزگیری سیاسی بین رئیس جمهور افغانستان معاونین نشان رئیس اجرای مشاور شورای امنیت نماینده فوق العاده در حکومت داری خوب آقای مسعود ما مشاهده میکنیم این وضعیت اول ما بین خود جور بیایم یک نقشه را برای خود رسم بکنیم متاسفانه در 15 سال ما قادر نشدیم که خطوط اساسی را برای خود تعیین بکنیم و سیاست خود را بطخم بکنیم یک جا بکنیم به نفع خود و منافع ملی سپاس اولی کار رو باید بکنیم بعد بریم سراغ کشورهای اجنبی بانور شد واقعا اختلافات در میان و سران و حکومت وضعیت بدتر از گذشته خواهد کرد و یا خوشبین است ما همیشه مخالف ایجاد و حکومت وحدت ملی بودیم همیشه گفتیم که در irritador. Um, شاه یا دو سلطان نمی و همچنان در دفاتر رسمی موی از یک گروپ روایزی از گروپ نابا سامانی های خود داریم اما یک چیزی که استاد به بسیار جدیت برش اشاره کرد گفت که این استمرار رنج و استمرار بحران خاط بود و ما استراتژی مدون نداریم و غیبت یک پلان استراتژیک است و فکر میکنم که حکومت فیلیپس در دقیق روی مسائل کار میکنه و اگر کار نمیکرد این مذاکرات هم یک شکل حرج مرج می داشت که مثلا کل دنیا را یک بار دعوت میکرد که بیاین مذاکرات وقتی قدم به قدم زارم. پیش بیارم. بیاین خوشبین باشیم ذهنیت ما را خراب نکنیم و مردم به این امیدوار بسازیم که اگر تانستیم که یک قدم مثبت هم در راستای سر برداریم فکر میکنیم دستاورد بسیار سپاسگزارم از حضور شما مهمانان عزیز در بحث و از سپاس از شما بیننده های محترم که بحث را تا این دم دنبال کردید وقت بر شما خوش خدا نگهدار